ببخشید تماسی ما با یک از بینندگان ما دوباره برطرف شد. بله بفرمایید. بله دکتر ست میشنویس آینا؟ بله صدای شما را دارم، شما خودتان را معرفی کنید. دکتر ست من گلچهره هستم، از هرات تماس گرفتم. شما مجرد هستین یا متحیل؟ دکتر ست من متحیل هستم، تقریبا 10 سال میشست ازدواج کردم. شوهرتان به شما به اعتنایه؟ بله دکتر ست. خانم گلچهره شما وزنتان چند کیلو وزنتان چند کیلوست؟ دکتر صاحب من از اول 150 کیلو بودم، باز ورزش کردم 10 کیلو وزن خود کم کردم، حالا 140 کیلو هستم. خب یک تشکر ویژه دارم از خبرنگارای تلویزیون چهارخان که امروز تشریف آوردن به مطب ما. دکتر پیرلو هستم. درباره یک سری امراضی که تا الان مشخص شده یا مشخص نشده میخواستم به شما عزیزا یکم معلومات بدم. یک سری مریضی هایی هست، یک سری ویروس هایی هست که تا الان ناشناخته مانده و دانشمنده و کارشناسای علم پزشکی، علم دکتری خیلی تلاش کردن که با این مریضا مردم را آشنا کنن، یک انتی ویروسی برش بسازن، یک دوایی برش بسازن که تا الان موفق نشدن. و یک سری نتیجه هم به دست آمده از قبیل یک سری سیستم ویروس های بینابینی در بین ستون فقرات هر انسان وجود داره که امروز ببخشین بیننده عزیز، یک از بیننده ما زنگ زده، یک تلفن داریم از بیننده، میخواین مشکلات شنه بگوین، بفرمایین. الو دکتر. الو صدای شما را داریم، بفرمایین. امی دکتر امو برنامه است که امو دکترش در کلی مرضی ها مفهمه؟ یک سوال شما دارم، شما برنامه ما را از طریق تلویزیون تان دنبال میکنین یا از طریق رادیو؟ ما از طریق تلویزیون. پس شما صدای تلویزیون تان را ببرین پایین، صدای تلویزیون تان را صفر کنین، با تلفن قدیم صحبت کنین که ما صدای تان را واضح داشته باشو. خواه سیه. خب بفرمایین، حالا مشکل تان را بگوین. بله دکتر پیرلو استم، شما به مطب دکتر پیرلو تماس گرفتین. خب امو دکتر هسته که امو تمام مرضی ها رو مفهمی؟ بله بله بفرمایید. دکتر ما کسا نامیم جعفر از کوتاه سنگی ده تماس گرفتم از کابل. جعفر از کابل، جعفر جان. شما چند سالتانه جعفر جان؟ ما 30 سال. جعفر از کابل 30 ساله. بله بفرمایید. دکتر ما یک مریضی دارم. شما چی مشکل دارین؟ ما شاو که خورم زیاد خورخور نم. شما وقتی که میخوابین خورخور میکنین؟ اره هر رقم که خورم، اگر رویکی خورم، اگر چلپسکی خورم، بغلنکی، هر رقم که خورم خورخور نم. پس شما مشکلی تنفسی دارین جعفر جان، شما مشکلی تنفسی دارین که یک سری توصیه های ما برایتان میکنم شاید به احتمال زیاد که رفت میشه مشکلتان. خب صدایم را که واضح دارین؟ آره آره میشنوم. شما زیاد بینیتان رنگولک نمیکنین، با ناخونیتان بینیتان را چکله نمیکنین شما؟ نه. موهای بینیتان زیاد بلند نشده؟ نه. خیلی خوب، پس شما کوشش کن که بینیتان را، خب شاید علی روی تان نشه که بگی ما بینی خود با ناخون خود زیاد انگولک نمیکنم، بینیتان را زیاد انگولک نکنید و موهای بینیتان را شما اصلاح کنید که برایتان خیلی دراز شده حتما، برایتان مشکلی تنفسی ایجاد میکنه. و یک توصیه ما برایتان این است که شما هر صبح که از خواب بلند میشین 3-4 تا لیمو را یک 2 قاشق نمک رویش پرتین، یک 3-4 قاشق زردچوبه رویش پرتین، امور اثر بکشین بخورین و
و امی محلوله که برایتان گفتم پیش از خواب غرغره بکنین. غرغره را که میفهمین. آره. آره مشکلتان انشالله به زودی که حل میشه. چی وقت خوب میشم دکتر؟ یک چند بار امی کار را بکنید، اگر خوب نشدید باز مستقیم تشریف بیارید به مطب که شما نیاز به معاینه دارید. سایه سایه، خدا حافظ. خدا نگهدار شما. بله، یکی از بینندگانی ما بود که امروز دوچار یک مشکل تنفسی شده بودند ایشان، و توصیه ما برای شما این است کسایی که در شوا در خواب وقتی که استراحت میکنن خورخور میکنن، نمی توصیه ما برای از این آدم ها این است در قدم اول شما بینیتان زیاد انگولک نکنید به ناخونتان که بسیار کار زشت است، بسیار کار ناپسند است. این باعث میشه که سوراخ‌های بینیتان آسیب ببینه و شما را دچار مشکل تنفسی کنه. و در ضمن توصیه دومی ما برایتان این است که شما کوشش کنید که موهای بینیتان را اصلاح کنید. اگر کدام پنس گیرتان نمی آید یا کدام ابزار گیرتان نمی آید، شما میتونید برای دو ماه فقط همین دو تا انگشتتان ناخونایش نگیرین با ناخون گیر. بعد از دو ماه این دو تا ناخو بلند میشه، البته زیرش تمیز بکنید، که اگر تمیز نکنید زیر هر کدام از این ناخونتان یک گاری انبار جا میشه. باز همین دو تا ناخونتان به شکل پنس در می آید، همین موی بینیتان را از ریشه این رقم در بیارین پرتین دور. بله، در رابطه با امی ویروسی که بین سلولهای بینابینی در بین ستون فقرات هر انسان جا داره داشتم برایتان میگفتم که ببخشید تماس ما با یک از بینندگان ما دوباره برقرار شد. بله بفرمایید. بله دکتر صد میشنوی صدای ما؟ بله صدای شما را دارم، شما خودتان را معرفی کنید. دکتر صد ما گلچهره هستم، از هرات تماس گرفتیم. خانم گلچهره از هرات؟ بله دکتر صد. خانم گلچهره شما چند سالتان است؟ دکتر صد من 28 سال هستم. شما 28 سالتان است؟ بله دکتر صد. شما مجرد هستین یا متأهل؟ دکتر صد من متأهل هستم، تقریبا 10 سال میشه ازدواج کردیم. متأهل. شما بچه دارم شدین؟ نه خیلی دکتر صاحب، تا هنوز بچه دار نشدیم. خب بفرمایید مشکلتان رو بفرمایید، مشکلتان چیه؟ دکتر صاحب مشکل ما همیست که شوهرم خیلی با من بی‌اعتنایی میکنه، هیچ مرا حساب نمیکنه. شوهرتان به شما بی‌اعتنایه؟ بله دکتر صاحب. خب چه وقت میشه که شوهرتان بی‌اعتنایه با شما؟ امو وقتی کرده ایم و ازدواج کردیم یک سال دو سال خوب بود، بعد از او دیگه هیچ با من اعتنا نداره، من هیچ حساب نمیکنه، نمیفهمم کسی دیگه را دوست داره یا نمیفهمم که من زیاد چاق هستم. گرچه من ورزش میکنم، وزن خدا پایین آوردیم، ولی او باز با من خیلی سرد رفتار میکنه. خانم گلچهره شما وزنتان چند کیلو وزنتان چند کیلوست؟ دکتر صاحب من از اول 150 کیلو بودم، باز ورزش کردم 10 کیلو وزن خود کم کردم، حالی 140 کیلو استم. شما خانم گلچهره گفتین که ما 140 کیلو وزن دارم فعلا؟ بله دکتر صاحب. هنوز 10 کیلو هم پایین آوردین؟ بله دکتر صاحب. خب خانم ببینین ما براتون چی میگم، شما علی امی کمک روک پست کنده برتان بگویم که شما یکمک انصاف داشته باشین. وقتی که شما 140 کیلو وزن دارین، خب خدای نخواسته شما اگر یه بند روی شوهرتان بیفتین خب مثل زردارو لهش میکنین بدبخته. با 140 کیلو وزن شما توقع دارین که شوهرتان از شما حساب ببره یا شما را تحویل بگیره، خب وزنتان شما پایین بیارین، ورزشای سنگین بکنید. دکتر صاحب شوهرم باید مرا تحویل بگیره، چون خرج مصرفت شوهرم کلش من خودم میتونم. من شکر فضل خدا از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی ندارم. سه تا مارکت در کابل
خانمی گلچهره، شما امینه را که گفتین واقعا دارین؟ بله دکتر صاحب، چند مدت پیش من یک موتور فورنر 2022 بر شوهرم تحفه خریدم و لباس هم با من خونسرد خیلی سرد رفتار میکنه. گفتین موتور فورنر برای چی خریدین؟ برای جشن تولد شوهرم. فقط برای جشن تولد شما فورنر خریدین؟ بله دکتر صاحب، من از لحاظ اقتصادی گفتم مشکل ندارم، خیلی سرمایه دار هستم. با من خاطر شوهرم باید مرا خیلی باید زیاد تحویل بگیرم، ولی او اصلا مرا هیچ ثابت نمی کنه. پس خانم گلچهره، ما فکر میکنم که شما شوهرتان کاملا یک آدم دیوانه است، یک آدم روانی است، یک آدم الهیه، یک آدم احمق که شما را تحویل نمیگیره، اصلا غلط میخوره که شما را تحویل نمیگیره. ما فکر میکنم که شوهرتان سرش در یک جای دیگه گرم است و شما همین نمبری که روی تلفن دفتر ما افتاده، تلفن مطب ما، همین شماره خودتان است؟ نه خیر دکتر صاحب، من از پی سی او زنگ زدم. اگه شماره ما کار دارین، من شماره خدا براتون روان میکنم. ای شد، تو شماره تا برای من روان کنین، باز ما و تو در شخصی از شماره شخصی با هم گپ میزنیم و شما را آدرس مطب من میدم، شما را آدرس دقیق میدم، آدرس خانه خود میدم، آدرس مطب میدم، شما در اونجا بیاین با ما مشورت بکنین، ما و تو شخصی با هم گپ میزنیم، یک قرار میمانیم، درست است؟ درست است دکتر صاحب. اگه در فیسبوک تون سرچ کنین، نام فیسبوک من گلچهره است. باز ما شماره واتساپ و البر ایمای خودم براتون میدم، بازارده ما شو شخصی صحبت میکنیم. ای خیلی گپ خوب است. شوهر شما یک آدم روانی است، هر کاری که میشه باید شما از شوهرتان جدا شوین، شوهرتان شما را تحویل نمیگیره، او یک آدم دیوانه است، یک آدم احمق است که شما را تحویل نمیگیره. ما و تو باز شخصی کار داریم، گپ میزنیم، درست است؟ درست است دکتر صاحب، درست است. دیگه موضوعیتان نمیشم، خدا حافظ. بسیار خوب، با امان خدا. بس این روز ما بریم با خانم گلچهره برسوم. یک آدم هایی غلط میخوره، تو را تحویل نمیگیره، ما تحویل میگیرم. میتونم